شرکت فیسبوک که اخیراً به علت نحوه فعالیتش در فضای مجازی مورد انتقاد قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی آمریکا قرار گرفته، در روزهای گذشته از برنامه خود برای توسعه یک پلتفرم جدید به نام متاورس خبر داده است. متاورس از ترکیب دو کلمه متا به معنی فراتر و یونیورس به معنی جهان هستی تشکیل شده است. اصطلاحی که معنای گسترده‌ای دارد و به طور عمومی به محیط‌های مجازی مشترکی اطلاق می‌شود که کاربران می‌توانند از طریق هدست‌های واقعیت مجازی به آنها دسترسی پیدا کنند. Great to be here. Thanks for having us and welcome to Accenture's Nth Floor. At Accenture we have over 600. به عبارت دیگر، متاورس یک دنیای دیجیتال گسترده است که با استفاده از تکنولوژی‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به جهان واقعی شباهت پیدا کرده. در متاورس، جهان واقعی و دیجیتال با یکدیگر ادغام می‌شوند و کاربران به وسیله جسم مجازی خود در این پلتفرم کار و بازی می‌کنند. با کاربران دیگر به شکل چند بعدی تعامل دارند و حتی در این فضا تفریحاتی مانند رفتن به کنسرت در دنیای دیجیتال را تجربه می‌کنند. در کتاب‌ها و فیلم‌های علمی تخیلی نیز از متاورس به عنوان یک جهان وسیع مجازی یاد می شود که بسیار شبیه به دنیای واقعی است. طرفداران پلتفرم جدید فیسبوک معتقدند این فناوری گام بعدی در توسعه اینترنت است. واکنش‌های مثبت به این پلتفرم از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌تواند ناشی از همه‌گیری کرونا باشد. به دلیل افزایش دورکاری در این دوران و برگزاری مدارس و کلاس‌های آموزشی به شکل آنلاین، تقاضا برای ابزارها و بسترهایی که بتوانند تعاملات در فضای مجازی را به زندگی واقعی نزدیک‌تر کنند، افزایش یافته است. I am proud to announce that starting today, مارک زاکربرگ، مدیر شرکت فیسبوک که به تازگی نام شرکت خود را به متا تغییر داده، از اهداف خود برای ساخت ورژن دیگری از اینترنت به وسیله توسعه متاورس خبر داده است. فیسبوک همچنین اعلام کرده متاورس مجموعی از جهان‌های به هم پیوسته است که کاربران را قادر می‌سازد از جهان مجازی شرکت فیسبوک به دنیای دیجیتال غول‌های فناوری مانند اپل و گوگل یا بازی‌های کامپیوتری وارد شوند. فیسبوک در نظر دارد طی 5 سال آینده 10,000 نیروی متخصص را در سراسر اتحادیه اروپا برای توسعه متاورس استخدام کند. راه اندازی پلتفرم جدید فیسبوک بین 10 تا 15 سال زمان می‌برد. Oh, hey,